در ادامه برنامه قرار داریم. قسمی که براتون گفتم دو مهمان خیلی خوب می داشته باشیم. اول خب ببین گزارشات از مسابقات بوکس، رقابت های بوکس برگزار شده بود و یکی از قهرمان های مکتانس به رقابت ها در وزن 64 کیلو قهرمانی را از آن خود کنند. در استودیو با خود داریمشان و همچنان ویسیدیم جانه که سابقا مونا پلیر بودن و در سابقه خیلی خوب بودن و به این مسابقات احکام بودن. اردیشان به استودیو با ما هستن و سلام خوش آمدید ویسیدیم جان قوسی و خیبر جان نورستانی. تشکر سید جان، سلام عرض ادب خدمت شما و همچنان همکارای عزیزتان و یک سلام خاص خدمت تمام علاقمندان تلویزیون جوانان افغانستان. سلامت باشین. تبریک باشه خیبر جان، نام رسمی تان یک نام دیگه است و نامی که ما شما را میشناسیم یک نام دیگه است، به خاطر محکمک فوکس میکنم سر نامتان. تبریک باشه قهرمانی تان و خوش آمدید به برنامه افتاد بازه. تشکر، سلامت زنده باشی، به شما تبریک باشه و خرمونی را به تمام ملت افغان سلامت باشید. تشکر. ویسیدین جان، میشه اول از بکگراند و ورزشیتان یاد کنین که باز امروز در این مسابقات که ما شاهد بودیم شما من حیث داور بودیم، چطور که خواستین در این مسابقات داور باشین و نه خواستین که پلی کنین؟ تشکر سردیه جان، قسمی که خودت در جیجان بودی و در کارمان ورزشی که در جمعین در بازی ها یاد شده بود شهر جاکارتا قرار بود که اونجا به نمایندگی در افغانستان در یکی از بزرگترین رویدادهای آسیا وارد افغانستان وارد رنگ شد آمده نمیدگی از افغانستان که اونجا به اساس مشکلاتی که مشکلات فنی بود نتوانستم به نمیدگی از افغانستان در رنگ آسیایی داخل شدم. اونمو باعث شد که من مسابقات از تیم ملی کنار برم و استعفا کنم و هیده و در مسابقات به منعیس حکم ملی من ایفای وظیفه نمیدگی. خیلی خوب خیبر جان، میشه بگوین که چند سال میشه که بوکس میکنین؟ تا حالا چند مسابقه کردین؟ از دستاوردهایتان بگوین. ما 16 سال میشه که بوکس میکنم، البته که 13 سال میشه که در تیم ملی هستم. از دیگه در جوانان بودم. من دستاوردهای خوبی دارم از خارج و داخل دارم که در مسابقات خارجی اشتراک کردیم. مدال نقرام دارم، مدال برنز هم دارم. در مسابقات گرفتیم، دستاورد خوب بود. خیلی خوب. چطور شد که شما بوکس انتخاب کردین از قدر رشته های دیگه؟ میگن که همین کس که زیاد خشن باشه، از اون تفلیت شوق باشه، زدنی باشه، بازو بوکس انتخاب میکنه. همین گپ راست؟ نه خیر، تو گپ نیست که آدم جنگره و چی باشه. در خانه ما ورزشکار، کل ما ورزشکار هستیم. هم برادرای ایمان با شاید با بندوار معلوم باشه که قهرمان هستن از مسابقات خارجی، مدال آوردن و پالوان هستن، زورخانه هستن. خانوادگی ورزشکار بله هستن. چون در خانه ما کلشان پالوان هستن، یک مدت خوشم بوکس کردن چون که علاقه زیادم به بوکس زیاد بود. بوکس زیاد خوش داشتم، اومدم از به بوکس. خیلی خوب. واسه جیجان میشه خودتان بگین که شما چند سال است که چند سال بوکس کردین، در کدام وزن مسابقه کردین، از دستاوردهایتان، از مسابقاتتان بگین. ما از سال 1302 به ایسو به ورزش بوکس به طور آماتور رو آوردیم و اولین بار بوکس که آغاز کردم در شهر پلخمی ولایت بغلان بود، البته تحت نظر استاد اولگه منوری، و در دو کلاس مختلف وزنی مسابقات تیم ملی و همچنان مسابقات بین مرزی کردیم که عبارت از وزنهای 64 کیلو و 69 کیلوگرم بوده که خوشبختانه در مسابقات بین مرزی تاجیکستان از اینجا مدال برنز از آن خود آوردیم. خیلی خیلی خوب. از مسابقات است که دینی چند روز پیش برگزار شد تانستین شما مقام قهرمانی ده بگیرین. خیبر جان بگوین که با چند حریفتان مسابقه کردین، کدام حریفتان زیاد قوی بود، کدام مسابقه تان زیاد برتان مشکل تمام شد و او را بسیار به سختی تانستین ببرین؟ والا این مسابقات که من مسابقه کردم البته 32 ولایت بوده که چون من از ولایت ها برابر نشدم، من بچه های مرکز بود، بچه های مرکز همشون قهرمان تا روز فاینال بچه های حریفای ما همش قوی بودن. شش مسابقه کردم، شش هم بچه های قوی بودن چون در مرکز بوکس که بودن و هم وارم دست کم نمیگیریم. من پیدا که در مسابقات و مسابقه میکردن در 64 کیلو و من هم سال نو در 64 کیلو بالا شدم. وزن ما 60 کیلو، قهرمان 60 کیلو بودم. دیگه بچه های خوب بودن، تیار بودن، قهرمان های وزن کلاس خوب بودن. دیگه من سال در وزن 64 کیلو بالا شدم، قهرمانی در خیلی خوب. خیبر جان، قسم خودت گفتی حریفایتان خیلی حریفای قوی بوده و بچه قوی بودن، پس نقطه ای که خودت تانستی قهرمانی در به دست بیاری چی بود؟ تمرینات خود زیاد میکردم، گپ استاد خود گوش میکردم، باید در تمرینات غیر از این نمیکردم. باید تک ورزشکار تیم ملی
به مسابقاش که میمونه سه ماه میمونه اقلا سه ماه که میمونه صبح دیگر باید تامین داشته باشه، خوراک خود باشه خوب داشته باشه، خواب خود پول کرده باشه، یک فکر تمرکزش سر مسابقهش باشه. خیلی خوب واسیزین جان، خودتان که در این مسابقات من حیث داور بودین، امی زیاد ورزشکارا هستن که از داورا شکایت میکنن که خصوصا که میبازن میگه والا گناه داور بود، امی چی رقم گفت از میدان واقعا مترس خودتان چی رقم یک قضاوت کردین؟ تشکر سعدیه جان، خوب موضوع را اشاره کردی. واقعا همیشه همی مسابقات داخلی باشه چه خارجی باشه همیشه همی پلیرا ورزشکار شتی بوکس از داورا شکایت میکنن و داورا را مقصر میدونن، اما فعلا که من منعیس داور هستم در بین کمیته داورا داوری میکنم، کم مشکلات هست در کمیته بخاطر از اینکه کمیته داورا سیمینار نمیبینن و کم خوب درست نداریم، کم بینیمی نداریم که اون از فدراسیون آیبا انتقال بده بیا و اینجا داورا را سیمینار بده و مشکلات زیاد هست و یک تعدادی که در بین ما بسیار کم است. من که میبینم طرف هم قرار میگیره و کل داورای این قسم نیستن که طرف قرار بگیرن و بسیاری است که عدالانه بسیار هم تو مسلمانانه وظیفه خود پیش میبرن و پشت و گپا نمیگردن، اما داور فقط سیمینار هر قدر ببینن و ما قدر حاکم میشن و قدر میتونه که درست داوری خود رو در این مسابقات بایتوزی جان چند مسابقه را شما داور بودین و چقدر رضایت داشتن ورزشکارا از قضاوتتان؟ و سعدیه جان خودم در این دور مسابقات روز فاینل که هم شش یا هفت کتگوری وزنی بود یا هشت کتگوری وزنی بود که از جوانان بود و ده کتگوری وزنی هم از تیم بزرگ سالان بود، خوشبختانه در هر دوش من شش بار داخل رنگ شدم و در داخل رنگ اکمیت کردم و چندین بارم در اکم جج بودم، در زل جج نمره می دادم که خوشبختانه کلش به موفقیت به آن رسانیدم و همگی راضی بود. انسان است، اشتباهات داره، اگر کدام قصدن کدام اشتباه شده باشه ما اشتباه نکردیم، در قسمت داوری خود فقط ممو عادلانه قضاوت خود را کردیم. بخاطر اینکه شما هستید اینجا چون ما هم در مسابقات آمدیم بله. گزارش اینا دیدیم که همگی از شما راضی بودن، چون شما جوان ها هستین خوب خودتان تجربه دارین در میدان بودین و میخواییم که هیچ وقت به حقیقت زور نشه. میشه که از خاطرات ورزشتان قصه کنین خیبر جان که کدام وقت بوده که اتو کدام مشت خورده باشی که بگی مرا دیگه تیر از بکس اید دیگه بکس نامی کنم؟ بله، در مسابقات سمی لندن بود در 2012 در آذربایجان سمی رسادیم، چون وزن مکم بود دو کلاس رفته بودیم وزن مکم بود و بچه دیگه ما باز وزن من 56 کیلو بود، مرد 60 کیلو انداخته بودم مسابقه. اوه من یک بردم کدم اوجه اگر ایف انگلیس هم بود یک مشت خوردم یعنی اولا آسرا هم نال بکیر میگن ستارای شما در روز ولی هم اوجه دیگه بیخی دیگه هم طبیعتم خراب شد، یک مشت محکم خوردم بسته هم جمع نظوم یک سال پینجا کشور که بودم چپ شد دیگه، من اونجا سرم بوکس یک ذره بد خورد گفتم این چی قسم چیست. خب بنال از خاطرهای خوشتان قصه کنین کدام وقتی بوده که یک مشت یک عریفتان زده باشین که فکر کنین که انمیره من برده نمیتانم اما با اون یک مشتتان ناکرم؟ بله، مسابقات چی بود آسیای میانه بود تاجکستان بوده که روز به صبح سر ابروی پاره شده بود چون ادامه داده نمیتونستم، سر ابروی پاره شده بود که عریف اروسون بودم که به خیلی سواش در فاینل برایم. این خوشبختانه که ایمی عریف مسلم دارید که دیگه ناکن ضرب خراب بکرفتید دیگه چیز در نخی سر جای خود امروز خوشبختانه که من در فاینل برام آمدم باز مسابقه کردم دیگه، من ایدام آمدم که یکی سر بروی خود چیز مسابقه کنم، این خاطره خوشم هست که من عریف نه در این دوال نکرد کنم. بله، و خودت وایسوزین جان از خاطرات و قصه که بهترین خاطری بکسد و بدترینه؟ سفرها همه گیش که آدم اشتراک داشته باشه خاطری خوش و بد خود داره. یکی از خاطراتی که خوش دارم مسابقات AYTV 2015 قطر بود، البته که در او سفر یک چهار پلیر و یک مربی یک رئیس تیم و یک حکم داشتیم که یادش بخیر سلطان مختاری حکم مسابقات بود، حکمیت کرد و یکی از ورزشکارای از کدام کشور بود و یادم نمونده سیاپوس بود در مقابل ما رقابت میکرد، پیش از اینکه داخل رنگ شویم آمادگی داشت گرمکاری میکرد طرف رنگ بیا و ما نمیفهمیدیم که عریف ماست و تیرنر ما که استاد معروف رغبت بود با
آمیای افغانی به شما میگفت که این ورزشکار هر کس که از این جوره باشه این آدم عریف خود راوند اول شکست میده. وقتی که ما داخل سون رنگ میرفتیم نزدیک رنگ شدیم که یک وقت این همین سیاپوست عریف ما جوره شد و پولی مستاده شد. من که طرف سعی کردم امی استاد برم گفت او گفت این حریف تو است این که تو مثلا قمی کنه از اموجه دلم انداخت. وقتی داخل رنگ شدیم میخواست که دستمال بگیره زود مرا تسلیم بکنم و ما برش درم خودم گفتم متوجه باش استاد که ما به نمایندگی از افغانستان در رقابت آمدیم باید یریف شکست بتم بخیر پیروزی را به مردم افغانستان برم. خوشبختانه اولین مسابقه خارجی بود که حریف من دونک داون زدم و پیروزی را به نفع خود رقم زدم. واقعا خیلی عالی. اتفاقات خیلی جالب بود مثل دوازش آدم گفت وقتایی تصورش نمی کنه که امی حریف من شکست بود که من ببینی که امو حریف تک زیاد قوی حس می کنی امو را شکست می دی و امو را که زیاد ضعیف حس می کنی امو تر را شکست می ده. خب بخاطر از این مسابقات خیلی بازان چقدر آمادگی گرفت بودیم چند ما تمرین کردیم که نتیجه زحمات تا نگرفتیم و دوازم 64 کیلو اول شدیم. والا ما به مسابقات از مسابقات جاکاتا اندونزیا که آمدیم اونجا آمدگی خواهی گرفتم تقریبا سه ماه تحت نظر استاد عزیز نورستانی که زحمت زیاد بالای ما کشید صبح دیگر تمرین میکردیم که ما به مسابقات تیم ملی چون مسابقات تیم ملی قوی میباشه از ولایت ها می بچه ها می اول میزنن بچه ها میزنن میبرن نابغه های بکسر ها میبرن باز تیم ملی مسابقه میکنن. باز سه ماه آمادگی خواهی گرفته بودم دارم صبح دیگر تمرین میکردم که در نتیجه خود گرفتم. خیلی عالی. وایسی جی جان پیشتر از استاد تمیم مختاری یاد کردیم واقعا از جمله افتخارات افغانستان است که اهمیت میکنند در خارج از کشور و واقعا جایگاهشان عالی است. شما حالا میخواین که در این بخش کامدین حالا میخواین داور باشین اهمیت کنین میخواین در کجا برسین؟ اینمی یک میخواین از... ادامه بتین یا ورزش بود یک روز میخواین سر نخیر هدف دارم انشالله هدفم رای خوب است هدف خوبا تعقیب میکنم. افغانستان نقطش اینمی است که ما حکم بین‌المللی نداریم و اگر داریم اون قدرش رو نمیدونیم. مثل استاد تمیم اختری یکی از حکم های بین‌المللی بود که ما شاهدش بودیم در چندی رویداد که در بیرون از افغانستان رفته بودیم حتی روز فاینال دو جوره یک جوره را حکمیت کرده و در حکمیت خطاب بوده و حکم بین‌المللی خوب نقش مهم داره بر اساس همین روابط بین حکم ها باشه و کانتک ها صورت میگیره و حق ورزشکار تلف نمیشه. دیگه ما میخواهیم که از طریق فدراسیون بوکس افغانستان یک حکم بین‌المللی باشم که بتونم در رویدادهای بیرون از افغانستان حکمیت بکنم و اجازه ندم که حق ورزشکارای بوکس تلف شود. باز دفعه لیش میخواییم که ترینر هم باشین یعنی بخاطر که تجارب خیلی خوب از بوکس داره. دوزارم ترینری دارم که انشاءالله اگر خدا بخواه که فدراسیون بوکس ها یک قوانین ایجاد کرده که باید به اساس کسی که نماین از فدراسیون با ستاره بگیره باز میتونه ترینر هم باشه. اگر خدا خواست این دور در کورس مربیگری یک ستاره اشتراک میکنم انشاءالله مربیگری رو خود دارم میخوایم که مربی هم باشه. خیلی جان میشه بگویم که در قدر وقت که بوکس کردین و گویتان کی بوده که در زیاد روز داشتین و کی شما را زیاد تشویق کرده؟ اول گوی ما از بچه های خود ما بوده که خب بچه های تیم ملی خود ما کل بچه های نام خدا باستداد داشتیم الگوی من از چی که هست پرس مستیم هسته پرس مستیم و از الگویش هم زیاد بکسش خوشمه و تشویق خانواده که خانواده زیاد تشویق میکرد و دوستا رفیق ها و استاد ما خیلی خوب است آدم تشویق خانواده تشویق خانواده داشته باشه. و تو وقت هم شده که کدام بوکس خورده باشین روی تان چشمتان یک جای تان اوگار شده باشین این خانه رفته باشین مادر جان یا پدر جان گفته باشه اوش کنی که دیگر بوکس نکنی؟ نه خیلی یک برادر کلان ما در مسابقات یعنی چی بود آمده بودم سر ابرویم پارا شده بود باز مرا گفت دیگر بوکس نکا که اوگار میشی یا سر ابرویم میبینی چشمی یا چی میکنه که ای بی یا چی نشه باز مقتوم نه بخص تو کفچی نداره تو در بی نداره امی یک گفت خیلی خوب اشاره کردین که از میگن میگن این بکسر ها خودشان تکلیف عصبی میداشته باشن سخصان برشان زیاد مشکلات ایجاد میشه واقعا هم تیه گفت هست؟ نه خیلی نه این عرضی تان جواب بده اشتباه هست یا جان امی بکس سابق تا فعلا فرق داره یک دوره بود بکسر ها بکس میکرد دستکش های چرمی دست نداشتن لابر تاو میدادن
و اینقدر امکاناتی که در دنیای بوکس امروزی است به او تاریخ نبود. به همون دلیل بوکسرها با ضربات مشت و استخوان به سر یکی دیگه میکوبیدن. مسابقات هم طوری بود، حالا قوانین جور کرده فدراسیون AYB بوکس افغانستان دنیا که راوند جور کرده، با بوکس آماتور جور کرده، پروفشنال جور کرده. سابق مسابقه طوری بود که رنگ منگ نداشت، راوند ها یعنی تعیین شده نبود که دران یا چهارم یا ششم بوکس کنه، فقط طرفین هر کدامش که روی زمین فرش زمین میشد اون وقت یک طرف برنده بود و دیگر طرف بازنده. حالا فعلا بوکس آماتور است که سیران و راوندهای 3 دقیقه 9 دقیقه بوکس میکنن و پروفشنال همچنان هم تا از 4 راوند 3 راوند است که تا 12 راوند مسابقه میکنن. و دلیلش اینه بود که سابق امکانات نبود، بوکسرها زیاد ضربات در سر روشان میخورد، به اون دلیل او را باز میگفتن دیوانه. هرچند بوکس جنگ نیست. در بیرون هم یک نفر لات میکنه. بله، بوکس جنگ نیست، بوکس یک هنر است. بوکس یک ورزشی است که واقعا در بین اما تمام ورزش ها سلطان ورزش ها محسوب شده و هیچ کس گفته نمیتونه جنگ است. ما خودت شاید بهترین مسابقه بودی که بوکسرها هنر خود را خرج میدن و بهترین مسابقه را بوکسر میکنه و بعد از ورزش فوتبال پرطرفدارترین ورزش که در دنیا ورزش بوکس در بین ورزش ها. حیوانا کدام وقت در بیرون هم کسرات کردی؟ خیلی نه جنگ نکردیم در بیرون. ما در وقت چی که بودیم بوکس هم نکردیم، در وقت هم زیر جنگ میکردیم. اما حالا که بوکس هم سیوش کنی کسرا نزنی که دیگه از جای خود نمیدیم. خیلی نه گرد. خیلی خوب، خیلی خوشحال شده نبی که در برنامه آمدیم. میشه از پلانا و عدف های بعدیستان خیبر جان بگوین حالا که آماتور مسابقه میکردیم، تصمیم دارین که بعدا پروفشنال مسابقه کنین یا میخواین که آماتور ادامه بدین؟ فیلم کدام مسابقه های پیش روی دارین که با او آماده که میگیرین از عدف های پلان های بعدیستان بگوین؟ پلان های ما خود یک 3 روزه مقدر استراحت بودیم، با زیاد آمادگی گرفتیم با مسابقات، شاید البته یه جنوب آسیا شد و خیر در قریب مسابقات جنوب آسیا میشه آمادگی با اوجا گرفتیم و خیر. بوکس پروفشنال دیگه تال تصمیم ندارم، یک سازمان است که در امریکا است، او اگو اغراضای خدا باشد در او مسابقه میکنم در کمپانی مای فریزر است، مای فریزر است، ولی در او کمپانی است مسابقه میکنم دیگه. یک 3 مسابقه دیگه پس استم که من با دست ریکارد در او 3 مسابقه دیگه با ریکارد داشته باشم که خوشبختانه یک مسابقه کرده کردم، 2 مسابقه دیگه مانده که باز بخیر در مسابقات پروفشنال بسط جهان است و مسابقه. خیلی عالی. وقتی جان خودت میشه بگی که از عدف ها پلان های بعدیت که میخوای اونا را بر اونا برسید؟ عدف های ما خوزی ها بود، پیشتر برتشاره کردم شروع برنامه که همی مسابقه را کنار رفتم، هنوز هم جوان هستم، میتونستم ادامه بتونم. به دلیل همی بود که نه یک سلسله مشکلات فنی بود در فدراسیون ما که خودت شاهد بودی که در ما در سفر اندونزی از مسابقات باز ماندیم، به دلیل امی از مسابقات کنار رفتم، دل سرد شدم و فعلا هدف می نمیس، هدف اول می نمیس که بخی اگر کم ملی به نمایندگی از کشور به نمایندگی از فدراسیون بوکس باشم و در پلیس یک تیرنر خوب باشم، هدف می نمیس. خیلی عالی، واقعا افتخار میکنیم ما به شما و جوانای عزیز که خیلی تلاش میکنیم و خصوصا به خاطر ورزش افغانستان تمشه ورزش افغانستان رشد و پیشرفت دادین. سلامت باشین از اینکه در برنامه ما آمدین، مهمان برنامه ما بودین. والا اگر کدام پیام و گفتنی به جوانا و ورزشکارای ما داشته باشین، کمره تلویزیون جوانان افغانستان در خدمتتان است، بفرمایید. تشکر سعدیا جان، سلامت باشی، زنده باشی. ما یک پیام خاص دارم برای تمام جوانان و ورزشکاران، خصوصا ورزشکاران، بیان با خواندن قرآن، با تلاوت، با عبادت قلب خدا ما کم بکنن، بیان با آموختن علم مغز خدا ما کم بکنن و با ورزش تنها و بازی خدا کدام نیروز و کدام دنیاست که ما را شکست بده. خیلی عالی، واقعا پیام خیلی زیبا. و خیبر جان خودت اگر کدام پیام داشته باشی؟ پیام خاص دارم، یک تشکری خاص از اردوی ملی ما میکرم و از قماندان کلوب سپورتی اردو میکرم که چون دهی مسابقات بر ما مسئله قرنطینه برابر کردن، اردوی ملی ما تشکری خاص میکنم از اردوی ملی ما. زنده باشه، زنده باشه. واقعا خیلی یک یادآوری خوب کردین، همینجا در تقدیر نامه خیبر جان هم نوشته است که از بنامندگی اردوی ملی مسابقه کرده و واقعا اونا کسای هستن که زیاد افتخار آوردن، قهرمان های واقعی ما هستن و باید ازشان یاد کنیم. و یا مدال خیبر جان از که این مسابقات گرفته.
خیلی تشکر و سپاس که آمدین به برنامه. امیدوارم که روز باشه که شما با مدالای بیشتر که از خارج از کشور بین در برنامه داشته باشین. سلامت باشین. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه با ما باشین.